در تالار مؤسسه تعلیمی دولتی مکتب برای خوانندگان بالایاقت شهر خوجند با اشتراک رئیس شهر معروف محمدزاده و مناسبت روز آموزگاران چهارمین تنتنوی برگزار گردید. شهردار کلی آموزگاران را با عید کسبیشان تبریک و تهنیت گفته از جمله افزود که دولت و حکومت با سروری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان و رشد علم و فرهنگ و معنویات جامعه مخصوصا به تعلیم و تربیت نسل نوروز اعتبار اولین درجه داده برای پیشرفت مکتب و معارف و تیار نمودن متخصصان صاحب دانش و ملکه بلند کسبی همه جانبه مساعدت می نماید. چنانکه که پیشوای ملت تاکید می نماید که همه گونه رشد و پیشروی تنها در فضای آرام و آسوده و صلح و ثبات به دست می آید. خوشبختانه با میل و اراده و سعی و کوشش خلق عزیزمان ما به این نعمت بی‌بها نصیب گردیم و امروز شکر میکنیم که مردم شرفمندمان وحدت و یگانگی را عامل مهمترین ثبات و پیشرفت کشور شمارده برای حمایت بقای دولتداری ملی خود و تقویت اقتدار آن صادقانه زحمت میکشند. از این رو هر یک فردی بوننگ و ناموس مملکت و خصوص استادان و آموزگاران را ضرور است که قدر و قیمت و اهمیت استقلالیت و صاحب اختیاری صلح و آرامی و وحدت ملی اینچنین مقدسات وطن را و شاگردان خود درست شرح دهند. آنها را در روحی بلند وطن دوستی، هستی ملی، خودشناسی و افتخار از وطن و دولت خود تربیت نمایند. آموزگاران به همه گونه ارزش‌گذاری قدرشناسی شایسته‌اند. پیشه آموزگاری بسیار سنگین و زحمت طلب ولی افتخاری است. استادان محبوب ما برای بالا رفتن سطح تعلیم و تربیت، شکوفایی امروز و فردای کشور و افزودن آبروی اعتبار جمهوری ما در عرصه جهان پیوسته مهنت فداکارانه میکنند. از همین نگاه شخصیت آموزگار نمونه بلند آدمیت و تجسم فضیلت های پسندیده اعتراف شده. تواضع و خاکساریش نشان ارجمندی، سربلندی و زبردستی است. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده در انجام سخنرانی خود اظهار باوری نمود که جواباً به غمخوری و توجه همیشگی حکومت جمهوری تاجیکستان آموزگاران با غیرت و کوشش دست جمعانه سعی و تلاش پیوسته برای آبادی وطن عزیزمان برای تحکیم وحدت ملی استقلالیت دولتی گسترش خودشناسی و خودآگاهی و افتخار وطنداری شاگردان برای وسعت کارهای آبادانی سازندگی در خاک پاک مقدس وطنمان سهمگذاری نموده پرچم علم و دانش را در ضمیر هر یک خواننده پرتو افشان می‌نماید. سردار ریاست معارف ولایت سوخ آسیم کریمزاده و حاضر نامه تبریکاتی رئیس ولایت سوخ رجبای احمدزاده را رساند که در آن از جمله گفته می شود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان در رابطه با مقام و موقع آموزگار در پیشرفت جامعه چنین تاکید نمودند. آینده مملکت از فعالیت آموزگار و رشد علم و معارف وابستگی زیاد دارد. در خاطر باید داشت که تنها ملت باسواد میتواند نسل صاحب معرفت و دانشمند و کادرهای ارزنده دوران را به وای رساند، پیش رود و در جامعه متمدن مقام ارزنده خود را پیدا نماید. محیا اکمل‌خواجه مدیر شعبه معارف شهر خوجند از توجه دائمی دولت و حکومت به صاحب معارف اظهار مینداری بیان نموده، از جمله تاکید داشت که تمام کارمندان صاحب معارف نیروی خود را برای بلند برداشتن سویه دانش محصلین سفربر نموده برای رشد جامعه نقش خواهند گذاشت. در انجام چهارمین و یک قطار فعالان ساوها سپاسنامه و افتخارنامه ها تقدیم کرده شد. از جمله برای فعالیت نظرز و سهم ارزنده در تعلیم و تربیت متخصصان صاحب کسب، تیار کردن کادرهای علمی پدگوگی، تبلیغ دستاوردهای تاجیکستان صاحب استقلال، شرکت فعالان در حیات جمعیتی و سیاسی، انجام کارهای با ثمر تعلیمی و تربیتی، سروری مؤسسه غیردولتی گلچین معرفت شهر خوجند، آلوچی معارف تاجیکستان مطلوبه موینوه طبق قرار رئیس شهر خوجند با عنوان شهروند فخری شهر خوجند سرفراز گردانده شدند.